سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با اثرات هورمون ملاتونین بر بدن و اینکه چطور ملاتونین به افزایش خواب کمک میکنه ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم از تماشای این ویدیو اونو لایک کنید و با دوستان خودتون سهیم بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن کنید. اما ملاتونین با مغز چه میکنه؟ ملاتونین هورمونیه که مغز شما را در پاسخ به تاریکی تولید میکنه. به تنظیم زمان ریتم شبانه روزی، یعنی ساعت داخلی 24 ساعته بدن و خواب کمک میکنه. همینطور عدم قرار گرفتن در معرض نور خورشید در شب میتونه مانع از تولید ملاتونین کنه. تحقیقات ثابت کرده ملاتونین نقشای مهم دیگری رو در بدن بعد از خواب ایفا میکنند. اما زمانی که 5 میلی گرم ملاتونین وارد بدن میشه چقدر طول میکشه که تأثیر خودشو بذاره؟ یک دوز معمولی ملاتونین تا 5 میلی گرم میتونه تا 2 ساعت طول بکشه. با این حال برخی از افراد گزارش میدن که ملاتونین در کمتر از 20 دقیقه کاربرد خودشو نشون میده. ملاتونین چقدر سریع عمل میکنه؟ توصیه میشه ملاتونین رو 30 تا 60 دقیقه قبل از خوابیدن مصرف کنید. این به این دلیله که ملاتونین معمولاً پس از 30 دقیقه هنگامی که سطح خون شما افزایش می‌یابه شروع به کار می‌کنه. آیا ملاتونین می‌تونه مشکلات احساسی ایجاد بکنه؟ تا به امروز هیچ مدرکی وجود نداره که ملاتونین باعث افسردگی در افرادی میشه که سابقه اون رو نداشتن. یک بررسی در سال 2016 نشان داده که ملاتونین هیچ اثر منفی جدی در ارتباط با استفاده از هورمون ملاتونین بر بدن به دست نیامده. اما برخی افراد عوارض جانبی رو تجربه میکنند. معمولاً این شامل برخی از سرگیجه‌های خفیف، حالت تهوع یا خواب آلودگی میشه. چه کسانی نباید ملاتونین مصرف کنند؟ ملاتونین میتونه فشار خون رو در افرادی که از داروهای خاصی برای کنترل فشار خون استفاده میکنند افزایش بده. از استفاده از اون خودداری کنید. همینطور اختلالات تشنجی ایجاد میکنه. استفاده از ملاتونین ممکنه خطر ابتلا به تشنج رو افزایش بده. آیا مصرف ملاتونین هنوز در بریتانیا ممنوعه؟ ملاتونین سالهاست در انگلستان، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و اخیراً در کانادا ممنوع شده. چون ملاتونین در این کشورها به عنوان یک دارو در نظر گرفته می شود که فقط با نسخه پزشک در دسترس هستند. آیا ملاتونین باعث ریزش مو میشه؟ به تازگی دانشمندان شروع به استفاده از ملاتونین موضعی مستقیما روی پوست سر کردند تا تاثیر اون بر ریزش مو تحقیق کنند. اختلال در هورمون ها چرخه رو تغییر میده و ممکنه باعث پیشرفت فولیکول ها در مرحله تلوژن بشن و این باعث ریزش مو می شود. آیا ملاتونین می تونه باعث بروز مشکلات عصبی بشه؟ شایع ترین عوارض جانبی مصرف ملاتونین خواب آلودگی در طول روزه، همینطور سرگیجه و سردرد. عوارض جانبی رایجی مثل درد شکم، استراب خفیف، تحریک پذیری، گیجی و احساس افسردگی رو در اشخاص ایجاد میکنه. آیا ملاتونین برای کبد مضره؟ سمیت کبدی در چندین آزمایش بالینی متالونین به خوبی قابل تحمل بوده و با افزایش آنزیم سروم یا شواهدی از آسیب کبدی مرتبط نبوده. علارغم استفاده گسترده ملاتونین به طور قابل توجهی با مواردی از قبیل آسیب‌های کبدی در ارتباط نبوده. آیا میتونم هر روز ملاتونین مصرف کنم؟ ملاتونین به طور کلی برای استفاده کوتاه مدت و بی خطره، اما مطالعات در مورد اثرات طولانی مدت اون محدوده. عوارض جانبی ملاتونین معمولاً خفیفه. اگه ملاتونین مصرف کنید و به خواب رفتن شما کمک نمیکنه یا عوارض جانبی ناخواسته ایجاد میکنه، مصرف اون رو متوقف کرده و با پزشک خود مشورت کنید. آیا متالونین باعث افزایش وزن میشه؟ نتایج بسیاری از مطالعات تجربی و آزمایشات بالینی ثابت کرده که در مورد چاقی، ریتم شبانه روزی و فصلی ترشح متالونین مختل میشود.
سطوح پایین ترشوی ملاتونین در دوره پاییز و زمستان میتونه اشتها رو افزایش بده و منجر به افزایش وزن بشود. در مورد عوارض جانبی ملاتونین باید چی بدونیم؟ هورمون ملاتونین در چرخه طبیعی خواب و بیداری شما نقش مهمی داره. میزان طبیعی ملاتونین در خون در شب بیشتره. برخی از تحقیقات ثابت کرده که مکمل‌های ملاتونین ممکنه در درمان اختلالات خواب مانند تأخیر در مرحله خواب و تسکین بیخوابی مفید باشه. همچنین ملاتونین به طور کلی برای استفاده کوتاه مدت بی خطره. برخلاف بسیاری از داروهای خواب بعیده که معتاد ملاتونین شوید. پس از استفاده مکرر یا عادت کردن به ملاتونین واکنش کمتری داشته و یا شاید اثر خوبانی رو تجربه کنید. عوارض ملاتونین کدامند؟ سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی. همچنین سایر عوارض جانبی ملاتونین میتونه شامل احساسات کوتاه مدت افسردگی، لرزش خفیف، استراب خفیف، گرفتگی شکم، تحریک پذیری، کاهش هوشیاری، سردرگمی یا عدم تمرکز و فشار خون غیر طبیعی که افت فشار خون رو به همراه داره دارا باشه. از اونجا که ملاتونین میتونه باعث خواب‌آلودگی در طول روز بشه، تا 5 ساعت پس از مصرف مکمل رانندگی نکنید و از کار کردن با ماشین‌آلات سنتی خودداری کنید. علاوه بر این، مکمل‌های ملاتونین میتونه با داروهای مختلف تداخل داشته باشه، از جمله داروهای ضد انعقاد و داروهای ضد پلاکت، ضد تشنج‌ها، داروهای ضد بارداری، داروهای دیابت. همینطور داروهایی که سیستم ایمنی بدن رو سرکوب می‌کنند. اگه در نظر دارید از مکمل‌های ملاتونین استفاده کنید، ابتدا با پزشک خود مشورت کنید. به خصوص اگه از شرایط پزشکی خاصی رنج می‌برید، پزشک می‌تواند به شما در تعیین اینکه ملاتونین برای شما مفید هست یا خیر کمک کند. آیا ملاتونین بر حافظه شما تأثیر می‌ذاره؟ مشخص شده که ملاتونین تأثیر منفی بر تقویت طولانی مدت داره و از میزان آن جلوگیری میکنه. از آنجا که تقویت طولانی مدت به برخی از انواع یادگیری و حافظه مربوط میشه، ملاتونین نیز از قدرت یادگیری و حافظه جلوگیری میکنه. آیا ملاتونین با آلزایمر ارتباط داره؟ ملاتونین هورمونیه که توسط غده صنوبری تولید میشه و چرخه خواب و بیداری رو تنظیم میکنه که با آن ریتم شبانه روزی هم نیز گفته میشه. با افزایش سن بدن ما ملاتونین کمتری تولید میکنه و تولید ملاتونین به ویژه در افرادی که مبتلا به آلزایمر و سایر زوال عقلی هستند مختل میشه. آیا ملاتونین میتونه پیری رو معکوس کنه؟ ملاتونین میتونه اثرات پیری رو کندتر بکنه. دانشمندان دریافتن که درمان مبتنی بر ملاتونین میتونه اولین علائم پیری رو در یک پستاندار کوچک به تأخیر بیندازد. در نتیجه ملاتونین میتونه اثرات پیری رو کندتر کنه. چه غذاهایی باعث افزایش ملاتونین میشن؟ غذاهای حاوی ملاتونین عبارتند از گیلاس ترش، آب گیلاس ترش، انواع بری، مرغ که یکی از بهترین منابع ملاتونین است، شیر، ماهی و آجیل و خشکبار. اما باید به اقدامات احتیاطی و هشدارها هم توجه کرد. هنوز اطلاعات کافی برای اطمینان از ملاتونین در دوزهای پایین هنگام بادار شدن وجود نداره. برخی شواهد ثابت کرده که دوزهای کم مثل 2-3 میلی گرم در روز ممکنه بی خطر باشند، اما برای تایید این موضوع به تحقیقات بیشتری نیازه. اطلاعات کافی در مورد ایمنی ملاتونین هنگام استفاده در دوران بارداری وجود نداره، اما بهتره از ملاتونین در دوران بارداری خودداری کنید. همچنین کسانی که دارای افسردگی شدید هستند، ملاتونین میتونه علائم افسردگی رو بدتر کنه.
ملاتونین میتونه فشارخون رو در افرادی که از داروهای خاصی برای کنترل فشارخون استفاده میکنند افزایش بدن. پس از استفاده ملاتونین برای کسانی که دارای فشار خون هستند خودداری کنید. همینطور استفاده از ملاتونین برای کسانی که مبتلا به اختلالات تشنجی هستند توصیه نمی شود. اما تحلیل‌های طبیعی هم وجود داره که میتونه به افزایش خواب کمک بکنه. به عنوان مثال یک سری نوشیدنی‌های وجود دارن که قبل از خواب میتونید اونها رو میل کنید. شیر گرم، چای بابونه، چای نعنا، آب گیلاس، چای بادنجویه، چای سبز بدون کافئین. چه عوامل طبیعی میتونه به خواب رفتن من کمک بکنه؟ مسلماً از طریق گوش کردن به موسیقی آرام، خواندن کتاب، حمام گرم، تنفس عمیق، اینها روش‌هایی هستند که میتونید امتحان بکنید و متوجه میشید که کدام روش برای شما مناسب خواهد بود. همینطور محققان توصیه کردند که تکنیک های آرامش قبل از خواب از جمله حمام کردن ممکن است به شما در خوابیدن کمک بکنه. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. این ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم به اشتراک بگذارید. همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدوارم